همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، امروز دو میهمان داریم. اولین مصاحبه که میشنوید با آقای مهرزاد زارعی، پدر آراد، یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی است که توسط سپاه پاسداران با دو موشک سرنگون شد و تمامی سرنشینان اون به قتل رسیدند. خانواده های قربانیان هواپیمای PS752 روز دوشنبه 5 اکتبر در چند شهر کانادا تظاهرات داشتند که در همین رابطه با آقای زارعی به گفتگو نشستم. سلام میکنم خدمتتون آقای زارعی گرامی. آقای زارعی، من از طرف خودم و شنوندگان رادیو ایراوا به شما و خانوادتون کشته شدن آراد پسر عزیزتون رو توسط سپاه پاسداران تسلیت میگم و براتون آرزوی بردباری و صبر دارم. به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید آقای زارعی. خواهش میکنم. منم به نوبه خودم سلام میکنم به شما و تمام شنونده های عزیز. ممنونم از این همدردی و ابراز محبتی که دارید. خواهش میکنم آقا زارعی. دلیلی که من باتون تماس گرفتم حرکتی بود که روز دوشنبه شما و دیگر خانواده های قربانیان هواپیمای PS752 در چند شهر کانادا داشتید. البته با توجه به پاندمی کرونا خب این فعالیت یکم چشمگیر است. میخواستم در این رابطه برامون یکم توضیح بدید که این حرکتتون چی بود و چه هدفی داشتین تا من سوالات بعدی رو خدمتتون مطرح کنم. خواهش میکنم. حقیقتا از زمان انجام دادن این جنایت خب خیلی حرکت ها رو ما میتونستیم انجام بدیم یا اینکه رالی ها رو برگزار بکنیم، ولی این کرونا مانع شده. هر دفعه با یه ریستریکشن های مختلفی به وجود اومده که متاسفانه آخرینش هم همین دوشنبه بود که ماکسیموم افرادی که میتونن در یک محل جمع بشن 25 نفره و ما تصمیم گرفتیم که 176 نفر رو در 9 نقطه دنیا، فرانکفورت، لندن، اتاوا، ونکوور، وینیپگ، تورنتو و در نقاط مختلف جمع کنیم در 9 نقطه که به عنوان نماد 176 تا عزیزی باشه که از دست دادیم و بتونیم در این موقعیت فریادی بزنیم، فریاد دادخواهی خودمون رو دوباره تکرار بکنیم و بگوییم که ما از هدف و رایی که به وجود اومده برامون عقب نشینی نخواهیم کرد و ما دنبال روح و خواستار دادخواهی کسانی هستیم که این جنایت رو انجام دادن. آقای زارعی، خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی دقیقا چه خواسته دارن و به خصوص با توجه به تظاهراتی که داشتین توی شهرهای کانادا که الان توضیح دادید، دقیقا چی میخواین شما؟ ما حقیقتا خیلی خواستمون واضح هستش. ما حقیقت رو میخوایم و به مجازات رسوندن عاملان این جنایته. خیلی چیز خواستمون معمولیه. معمولا هر کسی در هر نقطه از دنیا جنایتی رو انجام میده باید مجازات بشه و ما خواستمون همینه. خب الان به طور مشخص شما میخواین کیو مجازات کنین؟ چون هنوز ما که نمیدونیم چه کسی دست روی ماشه موشک گذاشته که، درسته؟ حضور شما که عرض کنم، دستگاه تور انبان به شخصه اپراتورهایی داره که اینها دستوراتی رو از مقامات بالاتر میگیرن و مقامات بالاتر از مقامات بالاتر. ما به طور حتم همگی خوب میدونیم که این روند شلیک و قتل عام عزیزان ما توسط موشکهای سپاه انجام شده که این دستور توسط اولین قدرت نظام جمهوری اسلامی یعنی خود خامنه ای و بعد میرسه به کسان دیگری که در رأس قدرت هستند، حالا از باقری گرفته تا شمخانی، سلامی، حاجی زاده و دیگر کسانی که در این مجموعه یا زنجیر قدرت حضور دارند، تمام اینا دخیل بوده و تمام اینا با دانسته و علم این جنایت رو انجام دادن به خاطر جلوگیری از جنگ احتمالی که به آمریکا به احتمال داشت به وجود بیاد و عزیزان ما رو همگی رو سپر انسانی قرار دادن که جلوگیری بشه از جنگی رو که احتمال داشتن یا دادن که با آمریکا میخوان انجام بدن. توی برنامه روز دوشنبه آیا مقامات کانادایی هم حضور داشتن و چی گفتن اونجا؟ مقامات کانادایی، بله، از خود وزیر محترم خارجه، وزیر راه، نماینده ویژه نخست وزیر و چندین نماینده مختلف پارلمان تشریف داشتن و همگی صحبت کردن. همینطوری که در رسانه ها بیان شد، خود وزیر محترم خارجه با قاطعیت اعلام کردن که ما از موضعی که داریم
عقب نشینی نمی کنیم و خواسته شما تا زمان به دادخواهی و به نتیجه رسیدن ما بکاپ می کنیم و شما رو ساپورت می کنیم. علاوه بر اون کار دیگری که ما در این زمینه انجام دادیم، من و تعداد دیگری از خانواده ها نامه‌ای رو ترتیب دادیم و این نامه رو به خود وزیر خارجه دادیم که در اون نامه خواستار این شدیم که یک، سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی قرار بگیره، دو، قانون مگنستی نسبت به تمام مقامات ایرانی از شخص خامنه‌ای تا دیگر مقامات بایستی انجام بشه، سه، تمام این آقازاده‌هایی رو که با پول ایران به اینجا میان یا هستن باید به ایران برگردونده بشه. علاوه بر خواسته انجمن، این چیزها هم اضافه بر چیزی بود که ما انجام دادیم و به خود وزیر محترم خارجه و یک کپیش هم به خود نخست وزیر و تمام نماینده‌های پارلمان ارسال شده. اشاره کردید به لیست گذاری سپاه پاسداران. آقای زاری، ما میدونیم که پارلمان کانادا در ژوئن سال 2018 رأی داد به لیست گذاری سپاه پاسداران، ولی خب دولت فدرال تا امروز که با هم داریم صحبت میکنیم از انجام این کار تفره رفته و این لیست گذاری رو انجام نمیده. شما چقدر خوشبین هستین که بتونیم سپاه پاسداران توی لیست تروریستی کانادا ببینیم؟ ببینید، اون زمانی رو که خواستن سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن، خب به خاطر جنایاتی بود که انجام داده بود، یکیش هم به خاطر اینجا یاد کنیم از زهرا کاظمی که در اون زمان توسط سپاه پاسداران و مامورین ایران کشته شد یا به قتل رسید. در اون زمان اینقدر قدرتی وجود نداشت یا اینقدر نفراتی نبودند یا اینقدر به لحاظ موقعیت سیاسی اینقدر در خطر نبودن که بخوان سپاه رو بذارن. در اون زمان سپاه قدس ایران رو در لیست تروریستی قرار دادن و الان سپاه قدس در لیست تروریستی هستش ولی کل سپاه نه، و ما خواستار این شدیم که کل سپاه باید در لیست تروریستی قرار بگیره. درسته. و این با هم با به هر حال با تلاش با فشار این که بگیم انجام میدیم و به هر حال مشکلات و راههای خودشو داره و باید با تلاش و فشارهایی که به مقامات میاریم باید این کار انجام بشه. درسته. آقا زاره، حتما میدونید که اکثر جامعه ایرانی توی کانادا همراه شما هستن و به هر حال با تمام خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی احساس همدردی میکنن، ولی سوالم این است که آیا فکر میکنید همدردی فقط کافیه؟ آیا شما به عنوان خانواده قربانیان، به عنوان پدر آراد، آیا انتظار دیگری از هموطنان در کانادا دارید و دقیقا منظورم این است که چه کمک از دستشون برمیاد که بتونن انجام بدن؟ حقیقتا من اینجا دست تک تک هموطنهای عزیزم رو می فشارم. واقعا تشکر می کنم. واقعا ممنونشونم از این همه همدردی و همراهی که با ما کردن. از این همه پیغامایی که ارسال می کنن. این نشون محبت و خوی و خصلت ایرانی بودنشون رو می رسونه. ممنون همشون هستم. واقعیت اونه که کلمه نیست، دوستان همه محبت دارن، با تسلیت، با صحبتهایی که میکنن چیزی نیست که دل ما آروم بشه، درد ما درمان بشود، نه، محبتشون رو میرسونه. خوشحال میشیم وقتی که به هر حال پیام یا پیغامی رو میگیریم، ولی چیزی که هستش، تنها خواسته من اونه که در زمانهای لازم مثل رالی روز دوشنبه یا قبل از اون یا بعد از این که رالی های مختلفی رو خواهیم تشکیل داد، سپورت کنن ما رو، با ما باشن. فقط همین عزیز. حتما اینطور خواهد بود. میدونم تو فضای مجازی من زیاد گشتم آقای زارعی و همتران بسیاری فعالیت ها شما رو دنبال میکنن و تا اونجایی که دیدم هم در توییتر و هم در اینستاگرام فالو میکنن و به هر حال خبر رو پخش میکنن به صورتی. فقط یک سوال دیگری که داشتم خدمتتون آقای زارعی در رابطه با من، حقیقتش دیروز کانال اینستاگرام شما رو با دقت نگاه کردم، همه پستاتون رو چک کردم، چند تا از اونا به نظرم چشمگیر بود برای شخص خودم و اون موضوع سرنگونی بود که شما توی ویدیوهاتون بهش اشاره کرده بوده. میخوام ازتون بپرسم موضوع سرنگونی چقدر برای شما جدی هست و چقدر خوشبین هستین که این اتفاق خواهد افتاد؟ واقعیتش اینه که تمام عزیزانی رو که در این جنایت به قتل رسوندن، هیچ کدوم نه افراد سیاسی بودند و نه افرادی بودند که با سیاست کار داشته باشند. متاسفانه یا خوشبختانه به یه راهی پیش داریم میریم که ما رو افراد سیاسی و ما رو افرادی کردند که باید در این روند پیش ببریم. تنها راه عدالت خواهی، ما هممون خوب میدونیم که تنها راه عدالت خواهی ماها فقط سرنگونی رژیم
جمهوری اسلامیه. رژیمی که 42 سال ظلم کرده، جنایت کرده، در کل زمانهای مختلف این 42 سال اگه ببینیم فقط دروغ 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 جنایت انجام دادن و این کار انجام میشه به لحاظ مظلومیت این جنایت. در هر زمانی که نگاه بکنیم، خب در آبان 1500 نفر رو قتل عام کردن، خب به نوبه خود خب خیلی سخت بود، خیلی واقعا جنایت بزرگی بود، ولی از دید و زاویه‌ای که نگاه بکنیم مظلومیت PS752 که در آسمان ایران به قتل رسوندن واقعا صدایی که به عرش کبریا خواهد رسید و رسیده و خدا نمیذاره خون هیچ کدوم از اینا پایمال بشه و خودش با کمکی که انجام خواهد داد و با پشتکاری که خانواده ها خواهند داشت و با کمک های بین المللی و با کمک مردم ایران این رژیم سرنگون خواهد شد به زودی زود و اینو من به چشم خودم میبینم، به زودی نه چندان دور این اتفاق خواهد افتاد. حتما همینطور خواهد بود. آقای زارعی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید. باز هم از طرف خودم و شنوندگان رادیو ایراوا براتون سلامتی و بردباری و همچنین در مسیر دادخواهی موفقیت آرزو دارم. روزتون بخیر. خواهش میکنم. روز شما هم بخیر. سلامت باشید. گرفتی روی سینم واسه پا گرفتن تو عمریه که من زمینم راز قد کشیدنت رو عمریه دارم میبینم داری میرسی به خورشید ولی من بازم همینم زنن چوب زیر ساقت واسه لحظه های رستن ریختن آب زیر پاهات هی منو شستن و شستن توی سرما و تو گرما واسه تو نجات هم عمری تو هجوم باد وحشی سپر بلا تموری آدم ها هجوم آوردن برگای سبز تا بردن توی پاییز و زمستون ساقتو به من سپردن سنگینی تو سینه من سایتم نصیب مردم میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم ندیگه پا میشم این بار خالی از هر شک و تردید میرم اون بالاها مغرور تا بشینم جای خورشید تن به سایه ها نمیدم بس هرچی سختی دیدم انقدر زجر کشیدم تا به آرزون بذار آدم ها بدونن میشه بیهوده نپوسید میشه خورشید شد و تابید میشه آسمون رو بوسید بذار آدم ها بدونن میشه بیهوده نپوسید میشه خورشید شد و تابید میشه آسمون رو بوسید
میشه خورشید چو دو تا بی میشه آسمون خورشید شد و تابی میشه آسمون.